سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی که در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود زیر ضرب سوالات مختلف درباره نتایج مذاکرات وین و مذاکره با آمریکا و نوشته کیهان خامنه‌ای مبنی بر غنی‌سازی 90% قرار گرفته بود، گفت رژیم مذاکره مستقیمی با آمریکا ندارد. و همچنین گفت برجام برای ما وقتی تو خالی شد که ایالات متحده از برجام خارج شد. مشاور امنیت ملی امریکا اعلام کرده این کشور در خصوص اقدامات هسته‌ای ایران به تهران مستقیما پیام داده. اگر این خبر رو تایید می‌فرمایید. ما در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریک مورا چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی نه چیزی بیش از اون دریافت شده، جوابهاشون هم در جا داده شده. روزنامه کیهان امروز مقاله منتشر کرده و عنوان کرده اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسه ایران غنی‌سازی رو به 90% میرسونه و به یک قدرت هسته‌ای جهانی تبدیل خواهد شد. حالا مقامات بارها از توان بالقوه ایران برای غنی‌سازی 90% صحبت کردن، ولی ممنون میشم بفرمایید آیا اصلا یک همچین گزینه‌ای روی میز هست اگر در واقع توافقی حاصل نشه در برجام؟ بعد از قانون مجلس هم همه اعلام کردیم که آنچه که تنها برای جمهوری اسلامی ایران الزام آوره همین مقررات و تعهدات ما ذیل پادمان هست. سطح، میزان، کیفیت و در خصوص غنی‌سازی هم منطبق بر نیازهای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تنظیم میشه و نه چیز دیگه‌ای. و همه اینها رو هم من مجدداً تأکید میکنم با اطلاع آژانس تا به امروز انجام دادیم، پس از این هم بر همون اساس انجام خواهیم داد. یه سری کامنت هایی میشنویم از ایرانی ها که میگن که خوشبین هستیم و پیشرفت هایی داشته، از اون طرف هم همزمان خبرهایی میاد که اروپایی ها میگن که خب ما فقط چند هفته فرصت داریم و دارن اولتیماتوم میدن به ایران، ابراز نگرانی میکنن از پیشرفت های هسته ایران و میگن که برجام داره تبدیل میشه به یه پوسته خالی تو خالی. من با صراحت اعلام کردم، الان هم یک بار دیگه با صراحت اعلام میکنم، طرف مقابل و ترویکا بدانند برجام برای ایران وقتی تو خالی شد که ایالات متحده از برجام خارج شد، تحریم های یک جانبه فرازرزمینی بر علیه ملت ایران اعمال کرد.